انتقال برق آسیای میانه از افغانستان به پاکستان سهولت نه بل به یک معضل بزرگ به حکومت وحدت ملی مبدل شده است. شورای عالی احزاب جهادی و ملی افغانستان از حکومت می خواهد تا تصمیم نهایی در این باره کار این پروژه را متوقف سازد. شورای عالی از جنبش روشنایی و شورای عالی مردمی که در صدد برانداختن تظاهرات و خیابانی هستند برادرانه و مجدانه تقاضا دارد که از راه براندازی چنین تظاهرات اجتناب ورزیده تا با ایجاد یک کمیسیون بی‌طرف و خیرخواه به خاطر حل این معضل که بتواند یک راه حل مطلوب به یک راه حل مطلوب دست یافته و به نتیجه رسیده باشد. دولت وحدت ملی تصمیم گرفته است تا پایه‌های این برق از راه سالنگ بگذرد، اما جنبش روشنایی که تازه در برابر این تصمیم حکومت ایجاد شده است می خواهد تا انتقال برق از راه بامیان انجام شود. جنبش روشنایی قرار است از برای دادخواهی فردا تظاهرات را در کابل راه اندازی کند. با تأسف فیصله کابینه مبنی بر تغییر ماستر پلان برق از نظر علمی و تکنیکی نادرست، از نظر اقتصادی به زیان کل کشور و از نظر اجتماعی نفاق افکنانه و خلاف وحدت و منافع ملی است. در همین حال ریاست جمهوری افغانستان با پخش اعلامیه گفته است که رئیس جمهور و رئیس اجرایه در دیدارشان با اعضای شورای ملی از اعضای شورای ملی خواستند که اسناد انتقال پایه‌های برق را از راه سالنگ بررسی کنند. پیشنهاد مشخصی ما به رهبری حکومت همچنان به رهبری اهل تشیع است که بیاین از این تقابل دست بکشین. افغانستان خانه مشترک است. در خانه مشترک در یک جا بشینین، بر اساس قانون، منطق، بر اساس واقعیت و امکانات و به یک رای حل منطقی ما و شما برسیم. از سوی هم شماره از باشندگان ولایت خوست دست بر راه پیمایی زدند و از تصمیم حکومت پشتیبانی کردند. بسیاری ها به این باور هستند که اگر پروژه انتقال برق به گونه درست از سوی حکومت مدیریت نشود، این پروژه به یک دردسر بزرگ به دولت وحدت ملی مبدل خواهد شد. چنانچه که از واکنش ها برمی آید این روزها آغاز این دردسر گفته شده است. جلال میرزاد، آشنا صدای آمریکا، کابل.